سلام به شما شنوندگان عزیز. برنامه دیگر از سری برنامه های هفتگی نگرش نو، کاری از رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. من زهره حقوعلی هستم و گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر میترا بابک، کارشناس خوب برنامه، متخصص روانکاوی و پژوهشگر. سلام به شما خانم دکتر بابک عزیز، وقتتون بخیر و ممنون که دعوت برنامه نگرش نو رو پذیرفتید. خواهش میکنم، یک درود فراوان به شما و خوشحالم از اینه که برنامه دیگری رو همچنان با شما ادامه میدم. خانم دکتر بابک عزیز، ما هفته های گذشته در مورد مشکلات عاطفی خانواده های پناهنده صحبت کردیم و گفتیم که این مشکلات میتونن منجر به افسردگی هم بشن. امروز در این برنامه میخوایم در مورد افسردگی صحبت کنیم و سوال ما از خدمت شما این هست که اصولا افسردگی به چی گفته میشه و چه نشانه هایی داره و نمود افسردگی در میان زنان، مردان و کودکان با چه نشانه هایی همراهه. ممنون میشم که توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. ببین، افسردگی یک مسئله بسیار جدیه که همیشه در تمام کشورها بسیاری از مردم گرفتارش بودن یا هستند و حتی اقل شاید یک بار در زندگیشون گرفتارش شده باشن. نه همه مردم، بلکه بسیاری از مردم. قرن 21 هم افسردگی کمتر نشد که حتی بیشتر شد و حتی وقتی که تحقیق میکنیم میبینیم کسانی که موفقیت های خیلی زیادی دارن و حتی ممکنه که ثروت های آنچنانی دارن، افسردگی توشون خیلی زیاد دیده میشه. پس افسردگی یه مسئله عمومیه. طبیعتاً فقر و مشکلات اقتصادی هم از این جهت میتونه افسردگی شدید بیاره، ولی به هر حال در انسانها به طور کلی افسردگی یک نوع مشکل میتونه مشکل ژنتیکی و ارثی هم باشه. یعنی حتما یکی از بزرگترین کارها اینه که ما در درجه اول نگاه کنیم ببینیم که علائم افسردگی چیست و بعدش هم که میرسیم به درمانش که چه کار باید بکنیم. علائم افسردگی در خانوم ها و آقایان خیلی چیزاشون شبیه هم هستش، ولی اول بریم نگاه کنیم ببینیم در بانوان و یا مهربانوان ما چه نوع افسردگی هایی هست و علائمش به چه صورته. اولا که معمولا خلق و خوی خیلی بدی پیدا میکنن، یعنی استرابات خیلی شدید، احساس خلأ خیلی زیادی، احساس گناه، احساس بی ارزش بودن، بی نظم بودن، یا حالت این که اصلا انگیزه ندارم، امید ندارم. خیلی سریع گریهشون میگیره، گریه میکنن، یا حالتهای بی حسی خیلی شدیدی ممکنه به زن داده بشه. علاقه و لذتهاش دیگه از بین میره، دیگه هیچ لذتی از هیچی نمیتونه ببره. همه دارن میخندن، نگاه میکنم بینم اینا به چی دارن میخندن، چه قش و ریسه هایی میرن، اصلا خنده دار نبود، اصلا خنده ای نداشت این قضیه. بعد حس عصبانیت هم پیدا میکنن که آخه چرا تو اینقدر خوشحالی؟ وقتی انسان های خوشحال و شاد رو میبینن یه حس خشم و ناامیدی بیشتری به خودشون داده میشه. خواب انسان یا خیلی کم میشه و یا خیلی زیاد از حد میشه، یعنی یه حالت کم خوابی و بیخوابی و یا پرخوابی به انسان دست میده. یه حالت کم اشتهایی و پر اشتهایی حتی، یعنی یه دفعه میبینی که اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، همش میره غذا میخوره، هی اینو میخوره، میوه میخوره، چیپس میخوره، کریپس میخوره، هر چی که دو دستش میاد همینجوری این دهنش باید بجنبه. یا اینکه اصلا هر چیزی رو که میخوره هیچ طعمی دیگه براش نداره و یه حس بی اشتهایی شدید بهش دست داده که همین باعث کم کاهش وزنش میشه. و یا اینکه یه دفعه میبینه که هی داره وزنش بیشتر میشه وقتی که پرخوری میکنه. خیلی زیاد احساس مرگ و حتی خودکشی بهشون دست میده، دلشون میخواد که از این دنیا برن، اصلا دیگه حتی ترس از مرگم از دست میدن، یعنی انقدر نیاز و اشتیاق به
از بین بردن خودشون پیدا میکنن، تمرکزشون شدیداً از دست میره، یعنی یه حس بی تمرکزی شدید بهشون دست میده، حواس پرتی خیلی شدید، هیچی رو نمیتونن یاد بگیرن، یعنی یک پاراگراف رو ممکنه 10 بار بخونه ولی اصلا نمیفهمه چی میگه، چی نوشته، یا یه چیزی رو داره گوش میکنه ولی اصلا نمیفهمه، در صورت که یه موضوع خیلی ساده است ولی اصلا نمیتونه هضمش بکنه. اینا علائم مختلف افسردگی در بانوانه. بعد مشکلات متفاوت گوارشی حتی ممکنه به دست بیاره. افسردگی حتی ممکنه که سایکوسوماتیک و روانتنی هم به وجود بیاد. حالا من بیشتر توضیح میدم در موردش. معمولاً تو افسردگی رو ما تو خانوما بیشتر از آقایون میبینیم. اکثر خانوما رو ما میبینیم که بیشتر گرفتار افسردگی میشن. یادمون باشه که افسردگی در خانوم ها دلایل دیگه هم داره. هورمونی خیلی زیاده. یک بانو ممکنه که از نظر هورمونی گرفتار افسردگی بشه. افسردگی بعد از زایمان داریم، افسردگی دوره یائسگی داریم، افسردگی دوره پریود یا قاعدگی داریم و یا حتی قبلش و یا تو دورش. یعنی وقتی نگاه میکنیم حتی افسردگی در دوران حاملگی، بعضی از بانوان تو دوران حاملگی گرفتار افسردگی میشن، در مخصوصا در ابتدای حاملگیشون. پس یکی از دلایلی که افسردگی شدت داره به این دلایل هم هست در بانوان. دلیل دیگه اینه که خب اکثر بانوان نه در همه جوامع ولی در بسیاری از جوامع در خانه هستند و زندگی اجتماعی ندارن، چون خود زندگی اجتماعی مقدار انسان رو مشغول میکنه و انسان رو دور میکنه. من همیشه میگم وقتی که انسان سر کار باشه و کاری، تسکی، هدفی داشته باشه، وقت افسردگی و استراب رو نداره یا استرس، ولی وقتی که بیکار باشه انسان به دنبال استراب و استرس و افسردگیش بیشتر میگرده و یا ممکنه که بیشتر شکار بکنه افسردگی انسان رو. یادمون باشه که ما افسردگی دو قطبی هم داریم، یعنی حالا من فکر میکنم اصلا یک بار در مورد افسردگی دو قطبی یا بایپولار حتما باید صحبت بکنیم که متفاوته. بعد مسئله دیگه اینه که بانوان وقتی که افسردگی پیدا میکنن حال روز متفاوت تری از آقایون نشون میدن. تفاوتش با آقایون اینه که آقایون چون در بیرون کار میکنن خیلی وقتا خودشون متوجه افسردگیشون نمیشن و یا اگر هم هستن صحبت در موردش نمیکنن، در صورتی که خانوم ها راحت تر میتونن در مورد غمشون صحبت بکنن ولی آقایون کمتر در مورد غمشون صحبت میکنن. و یا اینکه مسئله دیگه اینه که فکر میکنه مرد پرووایدر نانآور خانه است، نباید بیاد بگه مثلا از اگر مشکل اقتصادی پیدا کرده، اگر سر کار مشکل پیدا کرده، به نوعی یه دوی ضعف میبینه. خب که چی مثلا من بیام با زنم صحبت کنم، کاری چیزی رو درست نمیکنه که. و یا روش نمیشه در مورد مسئله اقتصادی که گرفتار شده بیاد صحبت کنه و این فشارهای روحی روانی خیلی زیادی رو وارد میکنه برای روح و روان مرد. در خانوم ها افسردگی بیشتره، در آقایون کمتره، ولی چون نشانش ضعیفتره بیشتر انسان فکر میکنه به نظر من که خانوم ها گرفتارش میشن. البته گفتیم که هورمونی چجوری دلیل اضافه بودن افسردگی بر خانومان چیست، اما خطر احساس خودکشی در خانوم ها خیلی زیاد خودشون نشون میده، در آقایون کمتر، برای اینکه یه سری مسئولیت هم در کنارش داره. ولی اقدام به خودکشی در آقایون بیشتره متاسفانه. و سنها هم اصولا ما نگاه میکنیم میبینیم که بین سن 40 تا 55 سالگی در آقایون خطر خودکشی خیلی زیاده. وقتی سن به کهولت یا بالای سن 60 میرسه اقدام به خودکشی خیلی کمرنگتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون حس مسئولیت انسان تو این دوره خیلی بیشتره و توقع انسان از خود و همچنین از دیگران خیلی بیشتر میشه. افسردگی در جامعه ما الان داره بیداد میکنه در خانوم ها و آقایون و میبینیم که خودکشی
تعداد خودکشی چقدر زیاد شده در بین جوونا و همچنین در سن بین 30-35 تا 55 ساله، و اینا تمام برمیگرده به جامعه که جامعه بیمار و نداشتن یک مدیریت، یک سیستم سالم که بتونه به داد اقتصاد مردم برسه، به داد و فریاد نشنیده مردم برسه و بتونه یک سیستمی رو، سیستم رفاهی مردم رو فراهم بکنه، و همین باعث مخصوصا از نظر اقتصادی و این خطر افسردگی رو در زنان و بانوان خیلی خیلی شدت داده. آقایون معمولا وقتی که افسرده میشن گرفتار دراگ و الکل یا مواد مخدر و یا مشروبات الکلی میشن و یا قمار. بسیاری از اشخاصی که قمار میکنن و یا گرفتار اعتیاد این چنینی شدن به نوعی فرار از همون افسردگیشونه، در صورتی که در خانوم ها این تفاوت رو میبینیم، در خانوم ها کمتر، مخصوصا خانوم های کشورهای مثل کشور ما کمتر گرفتاره، هرچند که تو پرانتز بگم ما متاسفانه در عرض این 41 سال چقدر ما بانوان گرفتار اعتیاد زیاد شدن، اما به نسبت آقایون در کل جهان آقایون بیشتر تفاوتشون اینه، بیشتر گرفتار این معضل اعتیاد میشن. دوباره فرقش با خانوم‌ها اینه که خانوم‌ها معمولاً یا گریه میکنن، غمگین میشن، خودشون نمیخوان برن بیرون، از همه دوری میکنن، هیچ کس رو دلشون نمیخواد ببینن. آقایون با خشونت نشون میدن، یعنی زمانی که میبینی همسرت قبلا عصبانی نبود، خشونت از خودش نشون نمیداد، ولی الان تازگی ها میبینی که وقتی میاد حوصله نداره، حوصله حرف زدن نداره، بچه صداش در میاد داد میکشه سر بچه، سر توی بانوش داد میکشه، میگی بریم بیرون، کجا بریم، برای چی بریم بیرون، مهمون دعوت کنیم، برای چی مهمون دعوت کنیم، دعوتمون کردن عروسی، برای چی بریم عروسی. یه حالت خشونت‌های آنچنانی و یا رفتارهای اینچنینی رو وقتی که در مردمون میبینیم باید حتماً مراقب باشیم، حواسمون جمع باشه، دریابیم شوهرمون رو، پسرمون رو، که چی شده، چرا این حال و روزت عوض شده، باهاش صحبت کن. به خاطر اینکه آقایون معمولاً صحبت نمی کنند در مورد غمشون، در مورد گرفتاریشون حرف نمیزنن، خانوما راحت تر حرف میزنن، خانوما بالاخره یکی رو پیدا میکنن حرف بزنن، ولی آقایون حرف نمیزنن. اما افسردگی وقتی کرونیک میشه، یعنی مزمن میشه، دیگه خانوما هم حرف نمیزنن. امیدوارم که ما هرچه بیشتر این برنامه های افسردگی رو نگاه کنیم و اجازه ندیم به خودمون و عزیزمون، و جلوگیری کنیم از مزمن شدن افسردگی، چون کار رو خیلی سخت‌تر میکنه. پس وقتی نگاه میکنیم تفاوت ها رو میبینیم که یک همچین تفاوت هایی رو بین آقایون میبینیم و بین خانوم ها میبینیم در مورد افسردگی. همچنین علی روی سخنم به شوهرهاست، وقتی که میبینی خانم دیگه حوصله نداره، به خودش دیگه نمیرسه، از همه داره دوری میکنه، حوصله بچه رو نداره، حوصله غذا پختن نداره، حوصله نظم و ترتیب دادن به خونه رو نداره، همش یه گوشه نشسته گریه میکنه، نیاد داد بکش بگو که چه خبرته، باز که اون اوقات تو همه، چرا زندگی نرسیدی، چرا غذا نپختی. اکثر ماها که ازدواج میکنیم مثلا نمیشناسیم عزیزمونو که کیست و از چه خانواده میاد، چه اتفاقات کودکی براش افتاده، و ممکنه که در بعد از ازدواج افسردگی خودش رو بیشتر نشون بده. ما خیلی وقتا ممکنه افسرده هستیم ولی خودمون خبر نداریم، و یا افسرده هستیم پنهانش میکنیم، میگیم ایشالله شوهر میکنیم یا ازدواج میکنیم بهتر میشیم یا خوب میشیم، یا شوهرش بدیم، زنش بدیم، افسردگیش از کلش میپره، یا بچه دار بشه افسردگیش کمرنگ میشه یا از بین میره، در صورتی که این حقیقت نداره. افسردگی اتفاقا بیشتر خودش رو نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه ازدواج خودش یک مسئولیت سنگینیه که یک انسان افسرده تحمل، توانایی و تحمل
نیازهای خودش رو و مسئولیت پذیری خودش رو نداره. حالا باید شوهرداری یا زنداری بکنه و حالا پدر یا مادرم باید بشه. پس اینجاست که خودش رو نشون میده. به همین دلیل خیلی وقتا ما دیدیم که یک انسان افسرده رو نمیبینه، نه خانواده تو خانه پدری و مادری میبینه، که حالا میریم تو بحث کودکان و نوجوانان بیشتر توضیح میدم، و یا میبینیم که تو خانه ازدواج بعد از ازدواجش هم نمیبینن. اینه که یک انسان افسرده، حواسمون باشه، یک انسان افسرده که اگر افسردگی هست، چون با غم تفاوت داره، انسان غمگین میشه، از یه چیزی ناراحت میشه، دو سه روزی حالش بده، یه هفته حتی ممکنه حالش خوب نیست، ولی این وسط هم یه جایی میخنده، حواسش میره به چیزهای دیگه. این فرق میکنه انسان غمگین با انسان افسرده. انسان افسرده کمیکال مغزش هم به هم میریزه و دیگه توانایی برای بالانس دادن یا تعادل دادن به این کمیکالو که انسان نداره، و این چون از بالانس به در میاد و تعادل از خارج میشه از مغز انسان، این کمیکال و یا مواد شیمیایی مغز که به زبان عامی میگیم هورمون ها، اینا دیگه از دست من و تو خارجه، مثل مرض قند، مثل کلسترول، مثل فشار خون، اینا که تو دست من و تو نیست. به همین دلیل باید رعایت حال رو بکنیم، کمکش کنیم افسردگیش رو بدتر نکنیم، بلکه کمکش کنیم هرچه زودتر او را دریابیم، چون دیگه حالا ازدواجم کرده که بخواهم افسردگی همسرتو بدتر بکنی، حالا دیگه بیچاره شدی خودت و خانواده که میخواین تشکیل بدین، بچه هایی که اگر اومدن به دنیا و یا خواهند آمد. برای اینکه نمیتونه یک مادر و یا پدر سالم و یا همسر سالم باشه. پس این مسئولیت ها رو فراموش نکنیم. یه افسردگی دیگه ما داریم، یادتون باشه یکی دیگه از انواع افسردگی، افسردگی فصلی هم هست که خانم ها بیشتر دوچارش میشن. فصلهای زمستون خیلی دوچارش میشن، برای اینکه بارون، ابر، و دوباره این هورمون ها و یا همون مواد شیمیایی مغزه که out of control. ولی منی که حالا متوجه شدم که وقتی که زمستونه، وقتی پاییز میشه، وقتی بارون و مهالوده، من غمگین میشم، پس به نوعی افسردگی فصلی رو من دارم. حالا دیگه باید بدونم که این دوره یه دوره گذراست و سخت به خودم نگیرم. حالا این تو مرحله علاجه که در موردش بیشتر صحبت میکنیم. یه نوع افسردگی دیگه ما داریم که سایکوسوماتیکه، یعنی روانتنیه، یعنی بیشتر آقایون گرفتارش میشن، یعنی افسردگی دارن ولی نمیدونن افسردگیه، معده، سوزش معده پیدا میکنن، کمردرد میگیرن، سردردهای یک دفعه سردردهای شدید میگیرن، قلنجاشون درد میگیره، عضلاتشون به شدت درد میگیره. خانوما هم وقتی که کرونیک میشه افسردگیشون میزنه به تن، به وجودشون، و یک سایکوسوماتیک پین و یا دردهای روانتنی پیدا میکنن که اصلا هرچی اکس ری بکنن، هرچی برن امارای بکنن، هر تحقیقی هم که میکنن، هیچی نشون نمیده، در صورت که طرف دردهای شدید هم داره ولی اصلا نشون نمیده که مشکل جسمی داره. و همین دلیل عصبانی میشه از اینی که پس چرا من این درد رو دارم، و همین باعث میشه که افسردگیش شدیدتر میشه. من میدونم که خیلی زیاد صحبت کردم، وقتمون خیلی کمه، بریم حالا سراغ افسردگی کودکان و نوجوانان. فکر میکنم درست نمیگم، برای اینکه وقتمون متاسفانه خیلی کمه. در کودکان و نوجوانان مسئله اینجا اینه که ما متاسفانه اصلا حواسمون نیستش که، من قبل از اینکه برم سراغ کودکان و نوجوانان، آیا شما سوالی دارین در این مورد؟ بله خان دکتر، اگر که بحث کودکان و نوجوانان هم بگیم، در واقع بحثمون تکمیل میشه، و سوال اینجاست که لطفاً راه‌های پیشگیری از افسردگی رو هم توی این برنامه برامون تشریح کنین تا در جلسات بعد بیشتر به افسردگی و انواعش بپردازیم. ممنونم. در کودکان و نوجوانان، مخصوصاً در نوجوانان، ما افسردگی رو خیلی زیاد می‌بینیم. در کودکان یه مقدار کمتره، ولی در کودک نوجوانان ما افسردگی رو خیلی بیشتر می‌بینیم. اولاً که باید بدونیم افسردگی ژنتیکی و ارثی هست.
پس اگر که ما از یه خانواده میایم که مشکل اعصاب داره، مشکل وسواس داره، مشکل اضطراب داره، مشکل افسردگی و انواع اقسام بیماری های بسیار جدیتر روحی روانی داره، باید حواسمون به بچه هامون بیشتر باشه. یعنی محیطی رو باید ما فراهم بکنیم که بچه هامون اگر احیانا ژنتیکی و ارثی ما اینو ممکنه که بهشون داده باشیم، حواسمون باشه که گرفتارش نشن. پس محیط خیلی خیلی مهمه. کودکان رو میبینیم یه دفعه در کودکان میبینیم که خوابش به هم ریخته، کودک دیگه مثل قبل نمیخوابه، همش گریه میکنه، کودک میبینیم همش بهانه گیری میکنه سر یه چیزای خیلی کوچیک. آب چرا سرد بود؟ این آب به من دادی یه کم گرم بود، چرا اینو به من دادی؟ اینه دیدی که بعضیا بهانه گیری میکنن و بسیاری از مردم هم این اکسپریانس یا تجربه رو داشتن با بچه های بهانه گیر. البته اینایی که من دارم میگم حتما افسردگی نیست، شاید بچه رو لوس کردن، شاید بچه رو درست تربیت نکردن، یا بچه رو کم بوده توجه بچه داره بهانه گیری میکنه. اما الان چون فوکسمون روی افسردگیه، میخوایم فقط حواس پدر مادر و بزرگتر رو جمع بکنیم که اگر احیانا مسئله تربیت غلط بچه نیست و پدر مادر خیالشون راحته که بچه رو نه لوس کردن، نه بی توجه بودن، نه فشارهای روحی روانی بهش آوردن، سعی کردن که پدر مادر خوبی باشن، پس این علائم میتونه علائم افسردگی باشه. حواسمون رو جمع بکنیم. میبینیم که بچه میخوابه ولی وقتی که بیدارش میخوایم بکنیم خسته است، بلند نمیشه، هرچی میخوایم بلندش کنیم همش میخواد بخوابه. یکی از علائم خیلی جدی افسردگی خواب خیلی زیاده، چه در بزرگسالا، چه در کودکان و نوجوانان، در انسان به طور کلی، یا پرخوابی بیش از حد و یا کمخوابی بیش از حد. همونطور که گفتم در بزرگسالا ما کم اشتهایی و پر اشتهایی میبینیم، در کودکان میبینیم، مخصوصا کم اشتهایی رو خیلی زیاد تو کودکان میبینیم که بد غذا میشن، یه دفعه غذا نمیخواد بخوره، هر چی هر کاری میکنی و میبینیم میدونیم هم که پدر مادر وقتی مخصوصا پدر مادر شرقی وقتی بچه غذا نمیخوره چقدر میترسن، یه ذره بچه لاغر میشه فکر میکنن آخر دنیا شده، خیلی فشار بیشتری به بچه میارن و به زور حتی دهن بچه رو سفت و محکم اینجوری میگیرن، غذا رو میریزن تو حلق بچه که بچه بخوره، که این حرکات خیلی خیلی بیشتر بچه رو لجبازتر و بچه رو افسرده تر میکنه، برای اینکه بچه یه حس وحشت و استراب و استرس هم تازه داره به افسردگیش اضافه میشه، که اینا به همدیگه لینک دارن و میتونه خیلی خیلی بیشتر به بچه آسیب برسونه. کودک یه حسه اینه که هیچکی منو دوست نداره، من اصلا ارزش ندارم، نمیدونم خواهرم رو بیشتر دوست دارین، برادرم رو بیشتر دوست دارین، یا بچه غریبه رو بیشتر بهش توجه کردین. یه حس گوشه‌گیری رو ما میبینیم که ممکنه که به نوعی داره علائم افسردگی رو توی خودش میبینه، چون انسان افسرده خودش رو بی ارزش میبینه، بی هدف میبینه، بی انگیزه میشه. خیلی وقتا مثلا دیدیم که بچه دیگه نمیخواد با دوستاش بازی کنه، همش دوری میکنه، یا اینکه وقتی با دوستاش داره بازی میکنه همش دعوا میکنه، همش حتی میاد دروغ میگه، حتی میاد قصه میسازه، قصه های خیلی بد از دوستاش میسازه، یا دوباره تکرار میکنم، یا بد آموزی بد تربیت بودنشه، و یا اینکه میتونه عامل افسردگیش باشه، قصه های خیالی میسازه، یا اینکه یه دفعه میبینیم کابوس های خیلی بد میبینه، از خواب میپره، برای طولانی مدت همینجور گریه میکنه و ما نمیدونیم که این بچه چشه، چرا انقدر گریه میکنه، چرا انقدر لجباز شده، یا چرا انقدر بهانه گیر شده. و باید خیلی مراعات کنیم، بچه رو نزنیم، با بچه دعوا نکنیم، داد سر بچه نکشیم. ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. بذارین تو پرانتز باز کنم بیشتر، چون خیلی پوینت مهمیه. کودک زبان کافی نداره و عقلش هم هنوز کامل نشده که بتونه راحت صحبت کنه و کمونیکیشن و یا گفتمان سالم رو هنوز نیاموخته. خیلی وقتا ترس‌ها و وحشت‌هایی که از همون خانه و خانواده گرفته
به خودش اجازه نمیده که صحبت کنه. کودک وقتی که از نظر روحی روانی اگر که زیاد مقایسه بشه، اگر که کتک میخوره، اگر که فوش و ناسزا و دائما تحقیر بشه و از همه سختتر و دردناکتر اگر که از نظر جنسی داره بهش دست زده میشه، کودک شدیداً آسیب روحی روانی میخوره که یکی از بزرگترین آسیب ها گرفتاری افسردگیشه. اینجاست که ما نباید داد بکشیم سر بچه، بگیم چه مرگته، اعصاب ندارم، چرا انقدر وقت میزنی، چرا انقدر گریه میکنی، کودکت رو دریاب، ببین چشه. بسیاری از مواقع کودک اتفاقاتی واسش افتاده که داره اینجور رفتارها رو با زبان بیزبانی داره به پدر مادر میگه، اما پدر مادر نادان و گرفتار مصیبت‌های خودش و گرفتار کودک درون واقعا افسرده خودش و یا استرس آور خودش، هزاران مشکل رو سرش بوده و هست، حالا مسئولیت پدری و همسری و مادری و همسری هم داره که خودش رو قربانی میبینه و حالا بچه 4-5 ساله، بچه نوجوانش درکش نمیکنه. وقتی اینجوری ما نگاه کنیم به بچه هامون، باختیم، بدجوری باختیم. برای اینکه وظیفه اون نیست که ما رو دریابد. وظیفه ما پدر مادرها با هر چقدرم که مشکلات متفاوت پیچیده‌ای داریم، باید بدونیم که تقصیر اون نیست، اون نخواسته که به دنیا بیاد. وظیفه اونم نیست که ما رو درک کنه، چون هنوز کودک و نوجوانه و توانایی درک کردن رو نداره و اصلا هم نباید سنگ صبور ما باشه. و تو حالا توی پدر یا مادر میخوای ازش مثل یک بالغ بفهمه، تو رو درکت بکنه، توی قربانی رو ببینه که چقدر بدبخت و بیچاره یا چقدر مسئولیت رو سرته، انقدر گریه نکنه، انقدر بهانه نیاره، انقدر لجبازی نکنه. دقت کردی؟ اون کودک اصلا نمیتونه بفهمه این چیزا رو. این ما پدر مادر نادانیم که این چنین میخوایم از بچه‌مون و بچه‌مون رو با دست خودمون بیمارتر و بیمارتر تحویل خودمون و جامعه میدیم. خب آهان، یه چیز دیگه هم که مهمه توی نوجوانان، حالا بریم سراغ نوجوانان. نوجوانا معمولا اگه دقت بکنین یه دفعه میبینین که اولا بگیم بهش نوجوان، هورموناش تغییر کرده، یه لحظه 5 ساله، یه لحظه 12 ساله، 15 ساله، یه دفعه 25 ساله، یعنی اصلا خودش هم نمیدونه که چه حال روزی داره. یه روز عاشقه، یه روز فارغه، یه روز عصبانیه. دقیقا خانوما بهتر میتونن اینو بفهمن، حالت پریود یا دوره عادت ماهانه که چجوری حال آدم به هم میریزه. نوجوان دقیقا همون حال روز و هر روزه داره. پس نوجوان رو باید بیشتر دریابیم و هی نگیم که مگه ما نوجوان نبودیم. خب نذاشتن تو نوجوانی کنی، تو بذار بچت نوجوانی بکنه. با نوجوان کلکل نباید بکنیم. بچه ها تو مدرسه خیلی اتفاقات براشون میفته، بچه ها تو همون خانه ممکنه که خیلی اتفاقات داره میفته، دست عمو جانها و دایی جانها و کازن، پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله، پسر عمه. بالاخره یه چیزایی، اتفاقاتی ممکنه داره سکشوالی جنسی داره برای بچه پیش میاد، حتی از طرف پدر، حتی از طرف برادر و یا پدر بزرگ. من کیسایی داشتم که پدر بزرگ بچه به نوش دست میزد. پس حواسمون باید، حالا صحبت من این نیستش که حالا به همه شک کنیم، ولی حواسمون باید جمع باشه و به همه این دلایل که میبینیم، یه دفعه میبینیم که نمره‌هاش دیگه نمره‌های خوبی نیست، اصلا انگیزش رو از دست داده، از اتاقش بیرون نمیاد، با هیچ کس در ارتباط نیست، ترس و وحشت پیدا کرده، استرس شدید داره، تحق در اتاق میزنه به هم، میری میبینی اتاقش شدیداً به هم ریخته است، حوصله حتی نداره همون بره. اینا رو حواسمون باید باشه. ممکنه پارتش همون مسئله نوجوانیشه، پارت دیگهش ممکنه علائم افسردگیه.
که ما اطلاع نداریم و هی گیر میدیم، حالا به هم خود از قیافت، چه خبرته بیرون، خوشخوشانته، توی خونه میایی، بیا همین الان کیفتو جمع کن، همین الان باید بری اتاقتو جمع کنی، همین الان باید بری ظرف بشوری. با نوجوان اصلا کلا اینجوری نباید صحبت کرد. یکی از کیسای من یادم خانوادگی که میدیدمشون، پسر 15 سالش مامانش یک قور میزد که این اتاقش کثافت خونه است، اصلا من گفتم اصلا یه تابلو میزنم به اتاقت میگم که به استبل فلانی خوش آمدید، یعنی اصلا انقدر کثیفه. پسرش وقتی که فامیلی میدیدمشون بهش گفتم که تو به مامانت بگو چرا مثل قبل اتاقتو تمیز نمیکنی. برگشت گفتش که به خاطر اینکه دوستام دو سه بار اومدن خونمون برگشتن. البته این خیلی بده این کلمه، امیدوارم اگر بچه های شما اینجوری صحبت میکنن فورا جلوشون رو بگیرید، ولی متاسفانه حتی در قرن 21 حتی در دنیای غرب ما میبینیم که بچه ها این چنین هنوز صحبت میکنن بین هم دیگه. گفتش که دوستامو که آورده بودم اتاقم خیلی تمیز بود، همه برگشتن میدن اولا که گفتن your room is so girly، خیلی چقدر دخترانه است اتاقت، یعنی چقدر تمیزه. بعد گیلورد، نه اجازه بدیم به بچه‌مون بگن دخترانه است یا پسرانه، فرق نیست بین دختر و پسر، و نه اجازه بدیم که در مورد دگر باش ها بچه‌مون اینجوری صحبت کنن، یا دوستای بچه‌مون. به بچه‌مون باید بیاموزیم که اگر دوستت این چنین گفت باید برگردی همون لحظه بگی که به چه حقی تو به دگر باشا یا هموسکشوالا توهین میکنی. این خودش یک ریسیستیه و خود این یک توهین خیلی بزرگی به دگر باشا. ما باید یاد بگیریم اول تعصب نداشته باشیم تا بچه هامونم بیاموزن. به هر حال دنیای تینیجرها بین خودشون خیلی اتفاقا میفته و همین کلمه باعث شده بود که پسره دیگه فکر میکرد که اگر خود اتاقش تمیز باشه دوستاش متهمش میکنه. پس حواسمون باید باشه که نوجوانمون اگر درسش، اگر حال روزش به هم ریخته است، یا کودکمون، باهاش صحبت کنیم، کمک حرفه‌ای. حالا میگم که چی کارو، حالا بریم سراغ چه باید کرد ها. درسته چون وقتمون خیلی داره گرفته میشه. در مورد چه باید کرد ها، تمام این علائمی که من گفتم ممکنه که همش توی من و توی نوعی دیده نشه، یا توی همسرمون دیده نشه، و یا تو فرزندمون دیده نشه، اما حداقل 4-5 تاش اگر دیده شد، مخصوصا تو بزرگسالها، یعنی نه کودکان و نوجوانان، بلکه پدر یا مادر یا انسانهای بالغ، باید حتما من به عنوان یک فرد که الان شنیدم افسردگی چه علائمی داره و این علائم رو درون خودم احساس میکنم، احساس مسئولیت در مقابل خودم در درجه اول بکنم، و بعد در مورد خانوادم اگر که ازدواج حتی نکردم، چون یک فرد افسرده خب خانواده رو افسرده میکنه، یه جورایی خانواده رو به هم میریزه، چون اون اتمسفر و اون حال و هوای خونه دیگه سنگین شده. پس من احساس مسئولیت بکنم در قبال خودم در درجه اول، میخوام نجات پیدا کنم و بعد یه خانواده رو غمگین نکنم و جو خونه رو خراب نکنم. دومن عزیزان اطرافیان، حال چه پدر مادر، بزرگترهای اون خانه، خواهر برادرهای بزرگتر یا کوچکتر، فرق نمیکنه، اونایی که این علائم رو تو عزیزشون در خانواده میبینن، خیلی صادقانه برن صحبت بکنن، به اولا بگن حرف بزن، احساس میکنم که تازگی ها تغییر کردی، تو میتونی با من صحبت کنی، بذارین حرف بزنه. انسان وقتی حرف میزنه خیلی سبک میشه، مخصوصا آقایون که حرف نمیزنن. پس تلاش بکنیم نزدیک بشیم، داد بیداد سرشون نکنیم، تحقیرشون نکنیم، هی بروخ نکشیم، چیه حالا اینکه چیزی نیست، بیا ببین من بدبخت چه بدبختی هایی کشیدم، پس چرا من افسرده نیستم، یا بچه را خواهرت نیست، بچه را برای اینجوری اصلا نباید صحبت کنیم، برای اینکه انسان ها با هم متفاوتن. ما که ربات نیستیم که بگیم خب این بلا سر کل خانواده اومده، تو چرا افسرده شدی. اولا ژنتیک ارثی ممکنه اون گرفتاره، دوما احساسات و عواطفش از کودکی متفاوت بوده، پس فرق بذاریم. و
کمکش کنیم، چون انسانهایی که اگه افسردگی مزمن بشه کارو سختتر میکنه، هم برای روانشناس و روانکاو کار سختتر میشه و هم دارو درمانیش سختتر میشه، دوزش بالاتر میره و هم درمانش طولانی تر میشه. به همین دلیل ما باید جلوی ضرر رو هرچه زودتر بگیریم و کمکش کنیم صحبت کنه. کم کم وقتی انسان صحبت میکنه، کم کم خودش هم متوجه میشه که گیرهاش کجاست، مشکلاتش کجاست. کم کم از اون حالت قربانی بودن، چون یک انسان افسرده دلش برای خودش خیلی میسوزه، احساس میکنه شدیداً تنها قربانی این دنیاست که هیچ کی هم درکش نمیکنه. اینجاست که وقتی حرف میزنه خودش صدای خودش رو بهتر میشنوه. وقتی حرف زد، تمنای من از توی عزیز اینه که اگر دیدی که آخه داره حرف میزنه، اصلا نپر تو حرفش، اصلا فقط یه شنونده خوب شو، فقط بهش باش همدلی کن. همدلی، نه همدردی، همدلی کن. یه نه بگو آره منم این اتفاق واسم افتاد، فقط بگو میفهمم، آره میدونم خیلی سخته. نگران نشو که فکر کنی اوی علا اگه اینجوری بگم حالش بدتر میشه. نه، اصلا حالش بدتر نمیشه، احساس میکنه که آخه بالاخره یکی تو این خانواده صدای منو میشنه و منو درک میکنه و همین باعث میشه که پیچاش شلتر بشه برای رفتن به کمک حرفه‌ای، اگر احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. یعنی تو یه قدم بزرگی برداشتی برای عزیزت و یا کودک و نوجوانت که بتونی کمک حرفه‌ای بیشتری هم براش بگیری که زودتر از این معضل رهایی پیدا بکنه. مسئله دیگه اینه که اگر احیانا شنیدین که اسم خودکشی داره میاد، حرف خودکشی داره میاد، خواهش میکنم جدی بگیرید. ممکنه بعضی وقتا برای توجه گرفتن این حرفا رو میزنن، ولی ما نباید همینطوری سرسری بگیریم. مسئله رو باید حتما حتما جدی بگیریم و کمک حرفه‌ای سری بگیریم برای عزیزمون. یادمون باشه وقتی که دارو در با دارو لطفا خواهش میکنم با دارو شر بپا نکنیم. دارو اصلا عیب نیست. من متخصصین جراح مغز دارم، دکتر خانوادگی دارم، دندان پزشک دارم، انواع اقسام میلیاردرها، سلبریتی، انواع اقسام از کم سواد تا خیلی بالا، از این طرف از کسانی که از نظر مالی خیلی خیلی مشکل اقتصادی دارن تا کسی که میلیاردر مولتی میلیاردره، همه مدل من مریض داشتم و دارم و الان خیلی کمونه. یعنی روانپزشک دارم، بیمار روانپزشک که پلومن میاد. دارو، با دارو نجنگیم. دیگه گذشت اون روزها که بگم من اگه دارو بخورم همه به من میگن دیوونه است، یا اینکه اگر که دارو بخورم معتاد میشم به دارو. داروهای الان اصلا اعتیاد نداره، حواستون باشه، خیلی متفاوته. اصلا روش درمانی داروها بسیار متفاوت شده. بین 3 هفته تا 8 هفته بعضی وقتا زمان میخواد که اثرشو بذاره، معمولا با دوز پایین شروع میشه. نگران نباشید، اصلا نباید قطع کنید. حتی اگر حالتون به اولش خورده به هم میریزی، خوابتون رو بیشتر میکنه، نگران نشین که وای چرا حواسم، قبلا هم که حواس نداشتم، الان هم که دیگه تمرکزم بدتر شده، چون انسان افسرده دیگه تمرکز نداره، همش من میخوام بخوابم، من میخواد برم سر کار، یا اینکه من که نمیتونم همش بخوابم. ابتدایش ممکنه خوابتون رو زیادتر میکنه، ولی فقط داره یه مقدار با هورمونای مغزتون کار میکنه اون دارو. و زمان به خودتون بدید، هرگز یه دفعه متوقفش نکنید. حتما با دکتری که بهتون دارو داده باش در ارتباط باشید، اون میدونه چجوری آروم آروم کمش بکنه. یک دفعه نباید متوقفش بکنید. و اگر احیانا دارویی به شما نساخت، با پزشکتون که بهتون داده تماس بگیرید، داروتون رو تغییر میده، دوزش رو متفاوت میکنه براتون. لب کلامی سر خود لطفا کار نکنید، به حرف هیچ کس هم گوش نکنید. میدونید که همه دانیم، ما واسه همه هم نسخه میپیچیم. و یا اینکه نوای دارو نخوری، یا اصلا به حرف حرفه‌ای لطفا گوش کن و به حرف هر کسی گوش نکنیم و اجازه بدیم به خودمون که این موزل و از ما دور بشه و تمام بشه بره. خبر خوش اینه که افسردگی، استراب، مشکلات استرس، اینا همه قابل درمانه. پس به سوی درمان بریم و ازش نترسیم.
در کنار روان، در کنار دارو درمانی حتما روانکاوی مهمه. کار رو سریعتر میبره جلو، درمان رو بسیار، علاج رو سریعتر میکنه و مدت دارو درمانی شما رو هم بسیار کم رنگتر و کمتر میکنه. امیدوارم که با این وقت کم تونسته باشم با این توضیحات کلی کمک کرده باشم به همه شما عزیزانی که برنامه ما رو شنیدید. بسیار عالی خانم دکتر عزیز، مثل همیشه جامع و واقعا پر از تجربه. حیف که وقت ما زود تمام میشه، ما دوست داریم این مبحث رو باز هم ادامه بدیم با حضور گرم شما. امیدوارم در هفته آینده بتونیم این مبحث افسردگی رو باز هم ادامه بدیم. حتما حتما عزیزم، برای چشم هفته دیگه میریم در مورد افسردگی بعد از مهاجرت. بله، موضوع هفته آیندهمون افسردگی بعد از مهاجرت هست که حتما بهش میپردازیم. من اینجا از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا هفته آینده. بدرود، شب و روزتون خوش. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.